درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از اولین صحبتهای پسر قناد بعد از اتفاق تلخی که برای پدرش افتاده. در ادامه با ما همراه باشید. لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. دیروز خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر ضربه مغزی و عمل جراحی سخت امو که با اسم واقعی مجید غناد به عنوان مجری، کارگردان و تهیه کننده سالهای سال در صدا و سیما مشغول کار بود، مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان منتشر شده بود. این خبرها باعث نگرانی بچه ها و طرفداران ایشون شده بود. خبرها در فضای مجازی حاکی از این بود که در حدود یک ماه پیش آقای مجید غنا تصادف سختی داشته اما مشکل جسمی در این تصادف نداشته و حالا بعد از گذشت یک ماه تا چهل روز از اون مسئله ایشون متوجه مشکلی در تعادل و راه رفتنش شده که توسط خانواده پیش دکتر متخصص رفتن و متوجه شدند که بعد از اون تصادف و بر اثر ضربه مغزی حالا لخته ای در مغز ایشون تشکیل شده که خطرناکه و با تشخیص پزشکان ایشون تحت عمل جراحی مغز قرار گرفتن که عمل بسیار سنگینی بوده و ایشون خیلی هم دیر به هوش اومده که باعث نگرانی خانواده و اطرافیانش شده حالا اما حال ایشون خوبه و در بخش آی در بیمارستان خاتم الانبیا بستری هستن. حالا اما پسر مجید قناد، آقای سپهر قناد، همه این خبرها رو تکذیب کردند. ایشون خبرهای مبنی بر ضربه مغزی این هنرمند در یک تصادف رو کاملا تکذیب کردن و گفتن این خبر کاملا دروغه. چون تصادف پدرم حدود پنجاه روز پیش اتفاق افتاد و در این مدت مشکل خاصی نداشته. اما چند روز پیش صرفا برای بررسی کلی یا همون چکاپ کلی به بیمارستان مراجعه کردیم. پسر این مجری پیشکسوت و خاطر ساز تلویزیون در گفتگو با خبرگزاری ها اظهار کرد متاسفانه یک موضوع غلط در فضای اجتماعی امروز شایعه شد. برخلاف اون چیزی که گفته شده هیچ ضربه مغزی و عمل جراحی مغز صورت نگرفته در سر پدرم یک لخته خون تشکیل شده بود که با عمل ساده هماتوم بیرون کشیده شد پسر مجید قنات با تشکر از خبرگزاری ها بابت انتشار خبر دقیق و جدید به نقل از خانواده این هنرمند گفت من هیچ صحبتی با هیچ خبرگزاری تا الان نداشتم و نمیدونم که این خبرها از کجا اومده و بر چه اساسی از اصطلاح ترسناک ضربه شدید مغزی استفاده کردن. ایشون در ادامه گفت پدرم الان در آی بیمارستان بستریه و حال عمومیش هم خوبه و پزشکان تشخیص دادن که ایشون فردا به بخش عمومی منتقل میشه. خدا رو شکر حالش خوبه و پزشکان ایشون هم خبر دادن که دیگه مشکل خاصی ندارن. مجید غناد هنرمند هفتاد ساله تهیه کننده کارگردان و مجری کودک و نوجوانه از برجسته ترین آثار ایشون میشه به برنامه فیتیل جمعه تعطیله اشاره کرد که از سال 80 تا سال 89 بیوقفه در روزهای جمعه و اعیاد مختلف از شبکه دو سیما پخش میشد در ادامه ویدیوی کوتاهی که آقای سپهر قناد منتشر کرده رو با هم میبینیم سلام امیدوارم حال تو خوب باشه من سپهر رنات هستم فرزند در مهربون نزدیک به چه پنجاه روز پیش پدری تصادفی تصدفی داشتن و بعد از تصدو به مرور زمان ما متوجه شدیم که پای چپ پدر و دست چپشون یه ذره بیهس هستن اومد بیمارستان چکاپ کردیم آزمایش شدیم متوجه شدیم که نیاز دارن یک عمل جراحی انجام بدن الان تو قسمت آی سیو هستن و الحمدلله عملشون به خوب برگزار شد دارن کاراشو انجام دن که تا یکی دو روز آینده برن توی بخش متشکر از همه دوستانی که ابراز محبت کردن سپاسگزاریم جای نگرانی هم نیست خدا رو شکر مجید قنات در پنجم تیر 1333 در شهر شادگان خرمشهر به دنیا اومد. پدر و مادر اون از شوشتری های شادگان بودند. ایشون همسر و سه فرزند داره دخترش سمن قنات بازیگر و کارگردان تئاتر خودش هم به عنوان تهیه کننده کارگردان و مجری کودک و نوجوان سالهای سال در صدا و سیما فعالیت کرده و به عنوان مجری برتر توسط مخاطبان خارج از کشور از شبکه جامعه انتخاب شده آقای قناد لیسانس کارگردانی و بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فوق لیسانس هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد داره. فعالیتش رو با تئاتر شروع کرد و در سال 55 وارد برنامه های تلویزیونی در صدا و سیمای آبادان شد. بعد از شروع جنگ ایران و عراق در صدا و سیمای مرکز اصفهان کارش رو در زمینه تهیه کنندگی و کارگردانی ادامه داد و از سال 61 به بعد در صدا و سیمای مرکز لرستان مشغول شد. در سال 62 همراه با ادامه تحصیل در تهران به عنوان مجری و تهیه کننده و کارگردان در شبکه دو مشغول شد. از فعالیت مجید قنات در تلویزیون میشه به مسابقات، نمایش جشنهای مختلف، سریال، همکاری با تلویزیون جامع و خانه سینما اشاره کرد. ایشون در فیلم شهر در دست بچه ها و همه دختران من هم به عنوان بازیگر ایفای نقش کرده. در طول سالهای زیادی به عنوان مجری و کارگردان برنامه های فرهنگی و هنری در مناسبت مختلف هم در سازمانهایی از جمله دانشگاه شهید بهشتی، صنعتی شریف، دانشگاه اصفهان، شیمی و غیره فعالیت داشته ایشون همچنین سابقه حضور به عنوان تهیه کننده و کارگردان و مجری برنامه های کودک به صورت پخش زنده رو هم داره آقای قناد در ده 89 برخلاف میل شخصیش از اجرای برنامه فیتیل جمعه تعطیل کنار رفت اما همچنان تهیه کننده این برنامه بود مدتی بعد با گروه جدیدی متشکل از پنج بازیگر جوان در روزهای جمعه با نام جمعه به جمعه خونه به خونه رو آنتن شبکه دو رفت که البته نسبت به برنامه فیتیل جمعه تعطیله بیننده های کمتری داشت. توی سالهای گذشته هم مجید غناد وارد صنعت بازیهای رایانه‌ای شد و با عنوان تهیه کننده اثری موفق و متفاوت با نام بالهای تاریک رو تولید کردند که تونست نظر مثبت بسیاری از مخاطبین و منتقدین این عرصه رو به دنبال داشته باشه و موفق به کسب نشان دومین برنامه برتر آینده در سال 2015 شد. ایشون همچنین در این سالها در دانشگاه های هنر هم تدریس می مجید قناد مدتی پیش در مصاحبه جنجالی حرفهای تندی زد و از امو ها گلایه کرده بود گفته بود من الان سالها سکوت کردم ولی دلم پر از غم و ناراحتیه به خاطر اتفاقاتی که در دهه 80 و 90 بر من گذشت و بیمهری هایی که از دوستان قدیمیم دیدم و یه جورایی انگار کلا فراموش شدم برنامه فیتیل جمعه تعطیله از برنامه های پرطرفدار برای کودک و نوجوان بود که اموقنات با امو فیتیله ها صبح های جمعه اجرا می که حتی طرفداران بزرگسال هم داشت. مجید قنات در مصاحبه اخیرش به عنوان کارگردان و مجری اون برنامه از ای ها که شامل محمد مسلمی، حمید گلی و علی فروتن بودند، های زیادی داشت. اونها گروه قوی و پرطرفداری بودند که از اوایل دهه هفتاد فعالیتشون رو شروع کرده بودند و با تئاتر چهره نما هم در تئاتر و هم در تلویزیون فعالیتشون رو ادامه دادند. از فروردین 81 تا اسفند 89 ده سال فوقالعاده پربیننده رو در نار مجید قناد هر صبح جمعه در تلویزیون اجرا داشتند ولی در اواخر دهه 80 متاسفانه اختلافی بین گروه فیتیله و مجید قنات اتفاق افتاد که در نهایت به جدایی اونها منجر شد اونها خودشون به صورت مستقل و بدون حضور مجید قنات برنامه فیتیله رو با اسم فیتیله دو ادامه دادن که البته زیاد هم موفق نبود مجید قنات هم در حدود ده سال از فضای تلویزیون و اجرا دور شد حالا در مصاحبه اخیرش در مورد اون سالهای سخت گفت که چقدر روزهای پرفشار و پر از استرسی رو گذرونده. اون در قسمتی از صحبتهاش گفت روزهای جمعه وقتی که اجرا داشتیم توی سکوت خیابونهای تهران ساعت پنج و شیش صبح یه وقتایی فریاد میکشیدم تا همه عصبانیتم هم تخلیه بشه. گاهی هم به خدا غور میزدم. اما هیچ وقت با افرادی که به هم ظلم و خیانت کردن درگیر نشدم. اونها رو همیشه به خود خدا واگذار کردم. در همه این سالها هم هیچ وقت علیه کسی حرف نزدم و هیچ وقت از ریشه این اختلافات چیزی نگفتم اما توی قلب خودم هیچ وقت اون روزها رو فراموش نمی کنم و اون آدمها رو نمی بخشم. برای امو مجید غناد آرزوی سلامتی و طول عمر داریم. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید